چجوری اومدید ایران؟ ارا دگه قچقی 13 شو تا رو بده 13 شو بکوده قوم اکوا و عدشتا و دگه خارا دگه مورا اغربا انمیت مار مورا کامار بخور طالبا آمار گفت نمیخزارون گفت همه ترش پیاده مارا بس دیدون طالب رفت گریان کرد پیش طالب دگه گفت اینا رو بخزار ما یکه موندیم همه فرار کردم فقط ما هم 4 نفر بموندیم به طرق اوما میشین فرار کرد میشین نفرا فرار کرد ما نتونست چند با صداشو کردم جواب ندادم منم بخشم رو بریدم با هم زندگیم چند تا داشتم دیگه رد از او گفت من نمیرم لباس میشورم من نمیرم تو برو تو میری خونه من همی دوتا را گرفتم بیرون شد بیرون شدم بابا بزرگ اینا سرکار بود گندم دریل میکرد آمادم پیش بابا از اینا گفتم برین که شما رو ببرن توی پیش بابا یک دم از خانوما بده بوده همسایه آماد گفت بیا که خونه شما رفت گفتم میشترم موندم شلیز بابا از این رفت برای من چیزی نگفت چیزی نگفت گفت هیچ چه کار گفت نشده گفت دروغ میگه من گفتم پسرم بیرونه من نفهمیدم که پسرم آماده پیشم زن خو آماده گفتم خب نمادم یک ساعت بوش آمادم آمادم در خونه که نی خونه نی زندگی هم تو کجا بودی یادت اومده آره کجا بودی من کوچیک بودم سر بغل مامان بودم اون صحنه ها یادته که اومدی خونه رو دیدی آره. خراب شده آره گفتم کجای عروس کجای بچه گفت نرفتم جای میایم بابا ازی کن مرا برد خونه مامانم خودی از اینا شب خبر آمد که بچه هم رفت عروس هم رفت تو کجایی خوران گریه میکنه مامان گریه میکنه گوشام کر شد چیشام کر شد زرم خود زرم قیخ کشیدم گفتم کجا کردی گفت رفتم گفت خدا گفت از ما بگیری خدا بداد یک دونر بگیری من نگاه میکردم خونه آتش کرد می‌خواستن کلم تره بکشنش گفتن تو خونه این آقا می‌خواستن کلم تره بزنن می‌خواستن کلم تره بزنن جب گریان میکرد کوشانه کوش خریدیم آه ترسیده بودیم ترسیدیم کوشای من گفتن کوشات رو بردیم من که کور شدم کار شدم کامل رفت مدرکا همگی رفت و کارتا وکسین از اینا خونه رفت هم بچه و عروس کشیدم بزیر کردم حالا مدام میگفتم بریم از این خونه بریم بریم بچه من میگو چی اهمیت پر بکنیش اهمیت آوردم تو کجا میگو میگفتم من این اهمیت خونه ما از این کلونتری بریم زیر دختر همسایه هم آمدی بود خونه ما که آب ببره خونه ما او هم مرده چند بار صداشو کردم جواب ندادم منم گفتم مامان بریدم چجوری اومدید ایران؟ ارا دگه قچقی 13 شو تر رو بده 13 شو بکوده قوم اکوا و عدشتا و دگه خارا دگه مورا اغربا انمیت مار مورا کامار بخور سخت بود ایروان کفت بابا بزرگی و ایوان دستمه زمین میخورم کسی بنده خدا کمک میکنه یه جا ماشین و تو خوما بمو خب بابا بزرگم پیاده شد نفران پیاده شد اونو آل دادم تا ماشین تا آخر سنگا رفت سنگ یا سنگا فکر کنم بمون آره بمون کلونتری جلوی ماشین وایسا بعد از ماشین پیاده شد به کلونتری گفت من میخوام مسافر ببرم میرم خب گفت که نه نمیتونم نمیذارم ببری پیاده شدم ماشینش اونا چک زد سوارش ماشینش مانو بود طالبا آمار گفت نمیخذارم گفت همه ترش پیاده بیرم هم سر و قفت کردم او رم بابا بزرگ کردش گفت خانم با استاد که میزنم گفتم بابا بزرگ من بزی گفتم اینا ایتیمه گفتم نزی
گفتم ایتی من نازنی، گفتم مام فرار کردن، گفتم بابا از اینا و مامان از اینا مرده، گفتم مار بازه، گفتم اینا نازن. گفت چرا؟ چرا تو جان خور نمی؟ گفتم من جان خور نمیم که اینا ایتی من مارا بس. دیدم طالب رفت گریان کرد پیش طالب داره، گفت اینا رو بگذار ما یکه موندیم، همه فرار کردم، فقط ما هم چهار نفر بموندیم به تقویم ها، میشین فرار کرد، میشین نفرا فرار کرد، ما نتونست. گفت اک چرا؟ گفتم نه، گفت بیاییم دم پسته، گفت بیاییم دم کلونتری، ما رو ببردم اینجا باشون برای ما چای ها و مرغی ها و طالب گفت اینا رو نزدی، گفت این سیاست این مویسفید، گفت خیلی گریان میکنه، میگه اینا ایتیم هم. از دو سوال کرد، از دو سوال کرد، گفت ما ایتیم، گفت اینجا بشینیم مشین بیاره شما رو بکنم، خیلی به طبقون به اینجا ما موندیم، فقط ما چهار نفر مشین هم فرار کرد، صاحب مشین، مشین پیش ما بوند، طالب هم آمد ما رو به ترابی، همونجا خیلی سختی میشون، میگه اگر ما گریان نکدی و بابا از این ریش سفید نبودی، سران سفید نبودی، مار میگوش. بیامده من کراج رفتیم، کراج، میتی آباد کراج. باقی بودم یه اخچال هم برای ما داده، می تلویزیون هم بدا، همین وسایل هم برای ما بدا، با همون جه هفت ما بودم. هفت ما دکه باق با من باق خور بفرختم. چه کار میکنیم؟ زنگ زدم به افغانستان، گفتم داداش بمردیم، دول نداریم. بیامده من جگاه 20 میلیون برارم برختم، این خونه به 20 میلیون فامیل ما بگیریفت، از برج 2 میلیون. همین جگاه دکه شما خیر بده، امی اساس خونه. اساس خونه خیلی کمک کرده. وسایل دارم. خوشی صبح صبح نمیخورم، کارتون میبینم. کی میری سر کار؟ بعد زور میرم، ساعت 1. صبح بیدار میشم، میرم سر کار. سر کدوم کار؟ ترازو. خب. من میرم، ما فاطمه میره. اگر بابا مریض باشه، منو مامان بزرگم. بعدش؟ بعدش دیگه میشینیم. دیگه آزان میدن. شیشونه جمع کنی میری خونه، بعد میری خونه استراحت میکنی تا هشت، هشت میری ترهوار تا چهار صبح. وقتی کرای خونه بالا شد، بابا بزرگ اینا خیلی کمر درده، پا درده، خود من پام هماس کردم، انال برو تا من شب بده بده وزمه به دستم، آدانس برم بخرم مولی باره ده ببین شب درد میکنی اینا خیلی قرص و داشت سر داشت اینو رو دیگه کرده اینو رو اینو رو امدن خدا دیگه این از اینه ایران کجا میری چی کار میکنی؟ ترازو دارم. بعد ترازو میبری؟ آره. دیگه چی کار میکنی اونجا؟ ترازو من اونجا داشته هست در خونه چند تا دوست دارم. آه جلوی در داروخانه میشینی؟ تا هشت شب اونجا هست. تا هشت شب با مامان بزرگ؟ آره. افتاش میاییم این میدون تا اش نوی شب اونجایی. کدوم میدون؟ میدون تر با اونجا با آدامس میفروشیم؟ کیس اصلا ساعت هشت شب تو چهار صبح آدامس میخره؟ هشت شب خب خب تا فردای صبح یک مردم تو میدونه. چند تا آدامس میفروشی؟ دو بسته میبریم. دو تا بسته؟ دو تا کارتون. دو تا کارتون رو میفروشی؟ بچه ها هم از لحاظ ادراکی خیلی آسیب میبینن، یعنی که اصلا سطح هوشیشون توی یک بودهایی به خاطر ضربه هایی که میخورن مثلا رشد نمیکنه. کدوم درست دیست شد؟ دیکته. یعنی دیکته بگم الان؟ خاله اینقدر سخت نگی ها. بنویس آب. آب؟ یعنی تو میخوای بگی اگه مثلا اینا کار نکنن میرسن درس؟ آره اشته نمیرسن، به درس آقا میرسن، کارم نکنم من چه کار کنم؟ من چه کار مشقای فاطمه رو ببینم. تو کی مشقاتو نوشتی؟ هر وقتی بیکار باشم. کیا بیکار میشی؟ باید اول فاطمه بگه. امروز بیکارم تا شهر میشینم میکشم تا فردا صبح. فردا صبح میری کجا؟ از لحاظ جسمی دچار سوء تغذیه، ساعت زیادی رو مجبورن سختی بکشن سر کار باشن. چرا راه میرین؟ چرا نمیشینید؟ نمیخرم عزیزم، نمیخرم. مگر راه برید دم مغازه بگی آدانس میخری، آدانس میخری، آدانس میخری. بچه ها هشت صبح تا مثلا نهار شب فقط راه میرن. راه میرین تا چهار صبح خدا شاهده. بالا میشیم به زینه دیگه مادر میایم میجگا خودی میگه میشینم
بابای میگه آماده ایم، میگم بوم مردیم دیگه، بوم مردیم، تکه تکه میشه پای. آن اون از او روز از سر تیم آشغال خدا شاید آوردم، ملایم بود مم آوردم، پری شب آوردم، همسایا گفتم برای ما نان شما میمانه، غذا شما میمانه، به ما بده. بازم همینجا یک نان برای آدم میدم، به همون نانی که من از سر آشغال بردشتون شکر دارم، همون نان به من از سرش خوش خیلی خوبه، کمی کرایه نمانه. صاحب خونه می در خونه در میزنه قرار بده، خب میدون جشت دگه هر دم بیای در بزنه. خیلی درس بخونم خوش دارم، خیلی خیلی مام بزرگ خوبیه، هر چی بگیم باید ما هم گوش بدیم دیگه. اون روز روسری مامان خوردش تو خونه گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی، چرا فاطمه گریه میکنی، این روسری مامان هم نیه، گفتم نه مامان خود منه، گفتم او خیلی یاد میکنه، او خیلی مامان خوبه. چون مامان اون شیره که میده شما بزرگش. اگر چیزی باشه چرا اینا رو سر کار بب؟ خودم دلم نمیسوزه، نه بابا نه مامان، حتی که من اینا رو برو دستاخو چرختم اینا بابان خو مامان خو یاد نمیکنم، خیلی دلم برای از اینا تن نیست، پارک اینا نمیرم دیگه، جای اینا نمیرم، تا شم آدانس فزمه آدانس توی هفته ها. به شدت این بچه ها دچار عزت نفس پایین، اعتماد نفس پایین هست، خود باوریشون توشون خیلی پایینه، به خاطر اون نادیده گرفتنه، به خاطر اون رفتار اشتباهه. خانم الان گفت بیا پای تخته، اومدن گفت نویس بابا توت داره، نوشتم بابا توت داره، باباشو اشتباه داده بودم، یه باشو درست دادم یه باشو نه، گفت بنویس بابا تو بازی میکنه، گفتم تو با نمیتونم، گفتم تو نمیتونم، گفتم کلم بابا رو بنویس. توی زبان فارسیه چه سختی داره؟ سختی این که داره، نوشتن سخت، خوندنش آسونه. خب بگو ببینم ساعت درست کی؟ درسمون بعد از شب میاییم، همون نقشه رو میکشیم، میخوابیم، بعدا نشت شب بلند میشیم میرمید. از عادل هم من این نویسم، چون از عادل هیچ چی نمیتونه بنویسه. یک روز تروشی دیار کن، یه روز سبزی، یک شمه خود، چهار شمه بکنم تو شمه هم بیایی. خب تو یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه میای مدرسه. یه بودش برمیگرده بود اجتماعی که بچه آسیب میبینن. بود اجتماعیش میتونه مثل چی باشه؟ رفتارهای نامناسبیه که ما با این بچه ها داریم. این خودش ایجاد آسیب میکنه. چه کار کنم اگه درس کار نباشه؟ درس که خود من به من یک کمیشه. آدانس از من کی میخره؟ باز من میگذارم آدانس ها چرخ میدم سر بساط کشتوزی ششتیه. تو آدامس میفروشی و ترازو داری، عادل چی کار میکنه؟ من سر کفاشی بابا بزرگم چیز دارم، ترازو دارم. به شدت اینا مورد آزار قرار میگیرن. آزار ابعاد مختلف داره، آزار میتونه از آزار کلامی شروع بشه، آزار جسمی باشه، تا برسه به سرحدش که آزار جنسیه. این دنبال از اینا نروم، اینا ریشته تنها بگذارم دنبال کار. آره. دختر کوچول، بچه کوچوله ایشته، دختر خطرناک، شب هیچ خواب ندارم، این دنبال از اینا نروم، اینا ریشته تنها بگذارم دنبال کار. همه دیک کن بدیک کن، مغازه مغازه مغازه، تربار کجای اگه دیده باشین تربار، میشیلی میگیرم به 70 تومن میبرم اینا. خیلی وقت ها ما میبینیم که محل زندگی این بچه ها محل مناسبی نیست، علاوه بر محل کار، محل زندگی نامناسب هم باعث میشه که این چرخه هی ادامه داشته باشه. همین کرای خونه ما اگه گردنم بگرده کم بشه بچه ها نمیبرم، شو میرم روز درس خوب بخونم، سرکار نرم بخیم، همه این کرای خونه، خرجی من مرگ میخورم، هیچ نمیخورم، نون و چای میخورم، شب هم بیا لباس نار بشون، خود نار بشون، خونه تمیز کن میرم، خرج افتادم، خرج. تجربه دیدم که توی اینها بعضی از اختلالات شخصیتی خیلی بولتر و احتمالاً یکی از لازمه‌هاش هم متاسفانه خودزنیه که خودزنی توشون اتفاق میفته. همین الان ما کیسی رو داریم که تو بیمارستانه و شرایط مشابه همین رو داره. دیدی بعضی آدم ها دروغ میگن، بعضی ها مثلا زور میگن، بعضی ها بدن، مثلا چی رو دوست داری تو دنیا پاک کنی؟ من اصلا بدن میاد از پول نباشه. چه بزرگ من ندارم، شوهر سالم من ندارم که بابا بزرگ از اینا بگم سالمه، نیه، چرا نتونستم نقصی خور بگیرم، کم پا مارم باشم، شو تا صبح چسب استو با کمربنده پایر با ما
چیکار کنم؟ من کیس هایی رو داشتم که به بهانه بستنی خریدن، به بهانه های مختلف، بچه رو سوار ماشین میکنن، بچه داشتن به خاطر پلی استیشن میرفته، با اون آدم همراهی میکرده و متاسفانه آدم هایی هم که آزارگرن گاهی از بچه ها فیلم میگیرن، مستنداتی میگیرن که همین عامل های ادامه دار بودنشه. بعد تازه وقتی ما متوجه میشیم کلی با این بعد ساعت ها روی این بچه و خانواده کار کنیم که تو میتونی این جلوی موضوع رو بگیری. اصلا بودن این فیلم لزوما نمیتونه به تو آسیبی بزنه، ولی معمولا اتفاق میفته.